سلام به شما بینندگان گرامی. خوش آمدید به یکی دیگر از قسمت‌های آموزشی برنامه شهروند خبرنگار. شهروند خبرنگاران گرامی، ما همواره کوشش می‌کنیم تا راهکارها و موضوعاتی را به شما آموزش بدهیم که در عرصه کار شهروندی شما را کمک کند. شما نیز می توانید برای ارسال فایل و تصاویر شهروندی برای ما به صفحه فیسبوک برنامه شهروند خبرنگار مراجعه کنید و شهروند خبرنگار ما باشید. بینندگان گرامی، ما در برنامه هایی که گذشت برای شما آموزش دادیم که چگونه در اینستاگرام برای خود اکانت بسازیم و همچنین شما را با 4 قسمت اصلی اینستاگرام آشنا ساخته و اینکه چگونه در اینستاگرام برای خود پست بگذاریم. در این قسمت از برنامه ما می خواهیم شما را با تنظیمات اینستاگرام آشنا بسازیم. اگر شما بیننده های گرامی برنامه های قبلی ما را ندیدید، می توانید با مراجعه به وبسایت ما به نشانی www.chekat.tv بیننده برنامه های ما باشید و همچنین می توانید برنامه شهروند خبرنگار را از طریق صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار نیز بیننده باشید. ما را همراهی کنید. برای دسترسی به بخش تنظیمات اینستاگرام خود، وارد قسمت پروفایل خود شده و روی گزینه چرخ‌دنده که بالای صفحه است کلیک کنید. قسمت اولی در بالای صفحه ایدیت پروفایل هست. با کلیک روی این گزینه شما می توانید عکس پروفایل خود را در صورت نیاز تغییر بدهید. همچنین می توانید نام و نام کاربری خود را عوض کنید. در قسمت وبسایت هم می توانید یک وبسایت برای خود تعریف کنید. در قسمت بیوگرافی هم می توانید مختصری از زندگی نامه خود را وارد کنید. همچنین شما می توانید ایمیل و فون نمبر یا شماره موبایل خود را وارد کنید. در قسمت جندر هم شما می توانید جنسیت خود را مشخص کنید. قسمت بعدی در اینجا گزینه نیم تگ هست، یعنی برچسب نام. شما در اینجا ببینید می توانید نام خود را در پایین این برچسب ببینید، یعنی نامی که در اینستاگرام استفاده نموده اید و می توانید این برچسب را برای خود دانلود کنید. نیم تگ کمک می کند که افراد شما را سریعتر یا زودتر فالو کنند. قسمت بعدی گزینه چنج پسورد هست، یعنی تغییر دادن پسورد. در صورتی که می خواهید پسوردتان را تغییر دهید، اول پسورد قدیمیتان را وارد نموده و بعد یک پسورد جدید برای خود وارد کنید. قسمت بعدی پرایویسی اند سیکیوریتی هست که با کلیک روی این گزینه شما گزینه های زیادی را در این قسمت در دسترس شما قرار می دهد. اولین گزینه گزینه اکانت پرایویت هست که زمانی که حساب شما شخصی است، فقط افرادی که شما اجازه دادید می توانند آن را ببینند. گزینه بعدی اکتیویتی استاتیوس هست که با فعال بودن این گزینه افراد می توانند از زمان آنلاین بودنتان در اینستاگرام با خبر بشند. گزینه بعدی استوری شیرینگ هست که افراد می توانند استوری شما را از طریق پیام به اشتراک بگذارند. بعدی هم گزینه کامنت هست. یکی از ویژگی‌های خیلی خوب اینستاگرام این است که به شما اجازه می‌دهد حروفی را که نمی‌خواهید در کامنت‌های اینستاگرام شما دیده بشه را پنهان کنید، مانند الفاظ خشن و یا مبتذل و غیره را در این کادر وارد کنید تا اگر افراد در کامنت‌هایتان چیزی شبیه آنها را گفتند، اینستاگرام اجازه پخش با آنها را ندهد. گزینه بعدی هم گزینه فوتوز آف یو می باشد که یعنی عکس های شما که می توانید مشخص کنید چگونه آنها را پست و به اشتراک بگذارید. گزینه بعدی هم در مورد اکانت داتای شما هست که مربوط به داتای اینستاگرام هست. قسمت بعدی هم گزینه تو فاکتور اتنتیکیشن هست که تایید کد 2 مرحله است که مربوط به امنیت اینستاگرام شما می شود. قسمت بعدی داتا دانلود هست که با کلیک روی این گزینه شما می توانید یک کپی از آنچه را که در اینستاگرام به اشتراک گذاشته اید را برای خود دانلود کنید. بعد از اینکه شما اینها را دیدید، می توانید به بخش بعدی که یعنی وارد صفحه بعدی میشیم، به گزینه لاگین اکتیویتی دسترسی داشته باشید. گزینه لاگین اکتیویتی هم مشخص می کند که شما حساب اینستاگرام خود را از کجا به پیش می برید. با کلیک روی این گزینه شما می توانید که یک لیستی از ایمیل های اینستاگرام را ببینید که به خاطر امنیت شما داده. حالا رسیدیم به بخش دومی که شامل تنظیمات یا سیتینگز می شود.
از طریق اولین گزینه که لنگویج هست، شما می توانید زبان اینستاگرام خود را مطابق به میل خود تغییر بدهید. گزینه بعدی apps and websites هست که در مورد اپ‌ها و وبسایت‌های پیشنهادی اینستاگرام هست. قسمت بعدی notifications هست که در مورد هشدارها می باشد. با کلیک روی گزینه notifications شما می توانید به قسمت لایک ها، کامنت ها، اینکه چه کسانی می توانند برای شما لایک یا کامنت بفرستن، برای شما درخواست فالوینگ بدن، ویدیوها و کامنت هایی که دوستای شما به نشر می گذارن را می توانید notification یا هشدارهای آنها را مدیریت کنید. قسمت بعدی هم که وارد بخش سومی یعنی about می شویم، اولین گزینه گزینه ads هست که یعنی تبلیغات. گزینه بعدی گزینه هلپ سنتر هست که چیزی شبیه مرکز کمک هست که اینستاگرام به دسترس شما قرار داده. ریپورت ا پرابلم، شما می توانید با استفاده از این گزینه مشکلی که در قسمت اکانت یا حساب کاربری اینستاگرام خود دارید را به اینستاگرام گزارش بدهید. آخرین گزینه هم گزینه مور هست که چیزی در مورد داتا پالیسی و غیره است که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد. و بخش بعدی هم گزینه لاگ اوت هست که آخرین بخش این صفحه هست و به معنای خروج یا خارج شدن از اکانت اینستاگرام شماست. خب بینندگان گرامی، این بود قسمت کارعملی برنامه ایمان که تقدیم حضورتان شد. خدا کند از این قسمت از برنامه نکات مفیدی را برداشت نموده باشید. شما می توانید با مراجعه به وبسایت ما به نشانی www.cjn.af تصاویر ارسال شهروند خبرنگاران را ببینید. سوژه ها، مشکلات شهری و اتفاقات مهمی که در محل زندگیتان رخ می دهد را در قالب عکس و یا فیلم به ما ارسال کنید. ما هم آن را در سایت یا بخش های مهم خبری به نشر می رسانیم. فراموش نکنید هنگام ارسال فایل و تصاویر برای ما حتما نکات کامل را بر روی فیلم توضیح بفرمایید. تا برنامه بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.